دوست مشترک ما، نویسنده چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی، قسمت 153. ونوس گفت: اما آقای ویگ، خود شما معتقد بودید که تا تپه های آشغالی تمام نشده کاری به کارش نداشته باشیم. ویگ در پاسخ به این سخن گفت: اما این را هم گفتم که اگر مشاهده شد کارهایی روی انبار می کند، باید تهدیدش کرد و به او فهماند که او هیچ حقی بر آنها ندارد و باید برده ما باشد. من این حرف را نزده بودم آقای ونوس. چرا؟ مسلماً آقای ویگ. ویگ که با این تأیید فوری ذوق زده شده بود تأیید کنان گفت: به قول شما چرا؟ مسلماً شریک. خیلی خوب، من گمان میکنم که گماشتن یکی از آدمهای دیوانش برای نظارت بر کارهای حیله‌گرانه‌اش است و همین عمل وی بالاخره کاری به دستش میدهد. ونوس گفت: من باید اعتراف کنم که آن شب که بطری هلندی را پیدا کرد و برداشت، تقصیر شما نبود آقای ویگ. باریکلا، گل گفتی شریک. نه، تقصیر ما نبود، حقش بود، بطری را ازش گرفته بودم. هیچ فکر میکردید که مثل دزدها توی تاریکی بیاید لای آشغالهای کندوکاو کند که بیشتر مال من است تا مال او، و از دل آنها یک چیز بردارد و برود؟ چون میفهمد که اگر ما را درست حسابی نخرد، نمیگذاریم یک ریگش به او برسد. تازه برای همین یک کارش هم پوزش را باید به خاک مالید. آقای ویگ، این کار را چجوری میکنید؟ آن مرد محترم پاسخ داد: پوزش را به خاک بمالم؟ گمان میکنم آشکارا بهش توهین بکنم، و اگر توی چشمهایم نگاه کند و جرأت کند یک کلمه جواب بدهد بیان که مجالی بهش بدهم نفس بکشد، چنان جوابی بهش میدهم که کیف کند. اگه یک کلمه دیگه از دهن در بیاد، پیر سگ آشغالی، مثل گداها میندازمت بیرون. آمدیم و حرفی نزد آقای ویگ. ویگ پاسخ داد: در آن صورت ما به هیچ دردسری به توافق رسیدیم و من او را میشکنم و میندازمش بیرون. یک افسار بهش میزنم و سفت میبندم و میرانم. حضرت آقا، این خاک رو به یه پیر را هرچه بیشتر برانیش بیشتر پول بهت میدهد و من میخواهم هرچه بیشتر پول دار بشوم. آقای ونوس، این را بهتان قول میدهم. شما خیلی کینه توزانه حرف میزنید آقای ویگ. کینه توزانه قربان؟ به خاطر اوست که من هر شب پشت سر هم سقوط کرده و رو به زوال گذاردم. به خاطر دل و لذت اوست که همه شب توی خانه نشستم. درست عین یک چوب بازی بولینگ نشستم توی سرم بزند، با هرچی دم دستش برسد، با گوی یا با کتاب یا هر چیزی که حضرت آقا دم دستش باشد توی سرم بزند. چرا؟ من که 100 بار از او بهترم قربان، 500 بار. آقای ونوس شاید از آنجایی که بدخواهانه و عمدن میخواست او را به گفتن بدترین حرفها برانگیزد، جوری به او نگاه کرد که انگار باور نمیکرد او بتواند دست به چنین کارهایی بزند. ویگ در منتهای شرارت و در حالی که با دست محکم بر پیشخان میکوبید گفت: چه؟ آیا بیرون همین خانه‌ای که حالا این آدم تازه به دوران رسیده و کرم این زمانه آن را اشغال کرده است، نبود که من سیلاس ویگ که 500 بار بهتر از او هستم، در هر آب و هوایی می نشستم و منتظر بودم پیغام یا مشتری از راه برسد؟ آیا بیرون همین خانه نبود که من وقتی اولین بار او را دیدم که با کبکبه و دبدبه از اینجا می گذشت، داشتم تصنیف‌های یکی یک شاهی می فروختم تا معاشم را بگذرانم؟ و حالا من باید در گرد خاک ها دراز بکشم تا او از روی من بگذرد؟ نه؟ بر قیافه زشت و ترساور مرد فرانسوی در برابر پرتو شعله آتش نیشخندی دیده می شد. انگار که با خود می پنداشت که چند هزار از این آدم های بدگوی خائن در برابر آدم های خوشبخت سفارایی کردند، و انگار به این سبب که مخصوصاً به گفته های آقای ویگ پاسخ گفته باشد. انسان چنین میپنداشت که آن کودکان سرگنده با آن تلاشها یورش میبردند تا با بنی آدمیانی تصفیه حساب کنند که ولی نعمتهایشان را با این گونه اعمالشان به آدمهای زیان‌آور بدل میکنند. آن آرواره 1-2 متری تمساح هم گویی با خود چنین میپنداشت.
در قرون گذشته در ژرفنای باتلاق‌ها نیز عین همین ماجراها روا بود و می‌گذشت. ویگ که احتمالاً اندک توجهی به گفتارهای پیشین خود داشت گفت: و اما درباره آن قیافه گویای شما آقای ونوس که می‌گوید من ابله‌تر از حد معمولم. شاید من عنان اختیار را طوری از دست داده بودم که خیلی زیاده گویی کرده ام. بی خیالش باشید، گذشته ها گذشته قربان. من به دیدن شما آمدم و اوضاع هیچ فرقی نکرده است، برای اینکه به قول شاعر که میگوید، البته به شرطی که هر جا اشتباه گفتم تصحیح کنید قربان. وقتی قلب آدمی از قصه مالامال شده است، چون ونوس بیاید غبار اندوه می رود. همچون نوای نی، ای شیرین زبان قربان، ای شیرین زبان به ما روحیه می دهی و گوش من را هم نوازش. شب بخیر قربان. ونوس گفت: آقای ویگ، درباره سهم خودم در برنامه‌ای که طرح کرده بودیم به همین زودی ها یکی دو کلمه با شما صحبت می کنم. ویگ پاسخ داد: من در اختیارتانم قربان. ضمناً خاطر مبارکتان مستحضر باشد که من آن دماغ به خاک مالیدن را فراموش نکردم، و مخصوصاً به خاک مالیدن دماغ بافین خاک روبه ای. وقتی دماغش را به خاک مالیدم کاری می کنم با دست خودش دماغش را روی خاک بکشد. آقای ونوس آنقدر دماغش را بکشد که از روی زمین جرقه بلند شود. ویک با این وعده مطلوب تاپ و توپ کنان از مغازه بیرون رفت و در را پشت سر خودش بست. ونوس گفت: صبر کنید تا شمع را روشن کنم آقای بافین، تا راحت تر از آنجا بیرون بیایید. بنابراین یک شمع روشن کرد و آن را بالا گرفت و آقای بافین از پشت آرواره‌های باز تمساح بیرون آمد و چنان قیافه غم‌زده و افسرده‌ای داشت که نه تنها انگار تمساح از این همه مزاح‌ها از خنده روده بر شده است، بلکه از ته قلب به آقای بافین خندیده است. آقای بافین که هنگام بیرون آمدن سر و دستش را تکان می داد و گرد و خاک از تن می گرفت چون که تمساح غبار گرفته بود، گفت: عجب غیر قابل اعتماد است، چه وحشت انگیز است. ونوس گفت: تمساح را می فرمایید قربان؟ نه ونوس، نه اژدها را می گویم. ونوس گفت: انشالله که خودتان متوجه شدید که من بهش نگفتم خیال دارم خودم را از این برنامه کاملا کنار بکشم، چون که نمیخواستم به نحوی از آنها شما را غافلگیر کنم. اما آقای بافین، من نمیتوانم به این زودی خودم را کنار بکشم، بلکه این موضوع را به اختیار شما میگذارم که چه وقت صلاح میبینید دستور بدهید خودم را کنار بکشم. آقای بافین پاسخ داد: ممنونم ونوس، ممنونم، اما نمیدارم چه بگویم، من نمیدارم چه کار کنم. در هر صورت روی سرم هوار میشود. به نظر می رسد تصمیم گرفته است دست به کار شود، درست است؟ آقای ونوس در جواب این سخنان گفت که آشکارا چنین قصدی را در سر پرورانده است. آقای بافین گفت: اگر شما خودتان را کنار نکشید، می توانید برای من نوعی حفاظ باشید و می توانید بین او و من قرار بگیرید و طرف او را بگیرید. آقای ونوس، شما نمی توانید وانمود کنید که در این کارید تا اینکه فرصتی کرده و یک فکری بکنم. طبیعتاً آقای ونوس پرسید که به نظر آقای بافین چقدر طول می کشد تا او دست و پایش را جمع کرده و یک فکری بکند؟ بافین که سر کلاف را از دست داده بود جواب داد: مطمئناً خودم هم نمی دانم و ششم گروه هفتم شده. اگر من به این ثروت نمی رسیدم هیچ واهمه‌ای نداشتم، اما حالا که به این ثروت رسیدم از دست دادنش خیلی ناگوار است. خب حالا فکر نمی کنید ناگوار است ونوس؟ آقای ونوس گفت که وی صلاح می داند آقای بافین را به حال خودش بگذارد تا درباره این مسئله حساس بیاندیشد و نتیجه بگیرد. آقای بافین گفت: من مطمئنم که نمی دانم چه کار باید بکنم. اگر با یک نفر دیگر صلاح دید کنم، مثل این است که باید یک نفر دیگر را هم بخرم و به این طریق نابود می شدم و به این وسیله ثروتم را از دست خواهم داد و سرانجام به نوانخانه خواهم رسید. اگر قرار بود از مرد جوان را کسمیت کسب تکلیف کنم، لازم بود او را هم بخرم. البته دیر یا زود او هم مثل ویگ روی سرم هوار خواهد شد. اینطور که معلوم است من آفریده شدم تا مردم روی سرم هوار شوند.
آقای ونوس خاموش به این ناله ها گوش فرا داد. در صورتی که آقای بافین در حالی که جیبهایش را گرفته بود انگار در آنها احساس درد می کرد پیوسته می آمد و می رفت. بالاخره نگفتید که خودتان خیال دارید چه کار بکنید ونوس؟ وقتی در صدد برآمدید از این کار کناره گیری کنید چجوری کنار می گیرید؟ ونوس پاسخ داد که چون ویگ سند را پیدا کرده و آن را به دست او سپرده است خیال دارد آن را دوباره به ویگ برگرداند. درباره آن سند نه سخنی دارد بگوید و نه با آن کاری و ویگ هر کاری که دلش می خواهد بکند و عواقبش را هم به جان بخرد. آقای بافین اندوهگین بانگ برآورد و بعد با تمام قوا بر سر من نازل می شود. ترجیح می دهم که تو بر سرم هوار بشوی و نه او و یا حتی دو نفری باشید بهتر است تا او به تنهایی. آقای ونوس فقط این را گفت که او سخت معتقد است که باید همان راه علم و دانش را در پیش بگیرد و در تمام زندگی به همان راه برود و مزاحم هم نوعانش نشود مگر اینکه مرده باشند و آنها را با استادی زیادی مومیایی کنند. آقای بافین دوباره به همان موضوع مورد بحث پیش برگشت و پرسید تو تا چند وقت میتوانی به خودت بقبولانی در این ماجرا باقی بمانی؟ تو میتوانی آنقدر صبر کنی تا تپه ها همه صاف بشوند؟ نه. وی گفت که این امر موجب خواهد شد که ناراحتی روحی آقای ونوس بسیار به درازا بکشد. آقای بافین پرسید اگر من همین حالا برای دلیل بیاورم چطور؟ اگر دلایل کافی بیاورم چطور؟ اگر مقصود آقای بافین از دلایل کافی شرافتمندانه و غیر قابل تردید باشند ممکن است بتوانند بر امیال و آسایش شخصیش اثر بگذارند، اما این را هم باید اضافه کنند که وی فکر نمی کند امکان ارائه چنین دلایلی وجود داشته باشد. آقای بافین گفت ونوس بیا و مرا در خانه‌ام ببین. آقای ونوس با لبخند ناباورانه پرسید دلایل در آنجا هستند قربان؟ آقای بافین گفت بسته به نظر شماست که باشند یا نباشند. ضمناً از موضوع خارج نشوید. نگاه کنید، این کار را بکنید. به من قول بدهید که بدون اطلاع من با ویگ دست به کاری نزنید، همانطور که من هم قول دادم بدون اطلاع شما دست به کاری نزنم. ونوس پس از لحظه درنگ و تفکر گفت قبول است آقای بافین. ممنونم ونوس، متشکرم ونوس، قبول است. کی به دیدنتان بیایم آقای بافین؟ هر وقت دلتان خواست، هر چه زودتر بهتر. حالا دارم میروم. شب بخیر ونوس. شب بخیر قربان. آقای بافین نگاه کنان به اطراف مغازه گفت و شب خوش به بقیه همراهان. چیزهای عجیبی هستند ونوس و امیدوارم بعدها بهتر باهاشان آشنا شوم. شب بخیر ونوس. شب بخیر. ممنونم، متشکرم ونوس. پس از آن توی خیابان هل خورد و یورتمه روی به سوی خانه نهاد. در راه که می رفت با چوب دستیش بازی کنان با خود گفت خب نمی دارم که ونوس خیال دارد از ویگ پیش بیفتد یا نه، یا اینکه قصدش این است که وقتی من ویگ را خریدم میدان را خالی ببیند و مرا درست قورت دهد. عقیده هیلگرانه بدن نشانه ای بود، درست به شیوه همان گروه ممسکی که درباره‌شان چیزها خوانده بود و همینطور که در خیابانها یورتمه می رفت بسیار بداندیشانه تر می اندیشید. وی بیش از یک یا دو بار، بیش از دو یا سه بار، به عبارتی شش بار چوب دستی را از دستی که گرفته بود و نوازش می داد گرفت و سر آن را مستقیماً به دل هوا فرو کرد. احتمالاً در آن لحظه سیمای سخت و چوبین آقای سیلاس فیگ به نظرش آمده بود، زیرا با خوشنودی کامل بران کوبید. در چند خیابان مانده به خانهش بود که کالسکه کوچک شخصی که از سوی مقابل وی می آمد از کنارش گذشت. دور زد، باز هم از کنارش گذشت. کالسکه کوچکی بود که به طرز عجیبی حرکت می کرد، زیرا یک بار دیگر صدای ایستادن و چرخیدنش را از پشت سرش شنید و آن را یک بار دیگر دید که از کنارش گذشت. بعد ایستاد، راه افتاد و از دید ناپدید شد. ولی زیاد هم ناپدید نشد، زیرا وقتی به گوشه خیابان خودش رسید آن را دوباره ایستاده یافت.
وقتی کنار کالسکه رسید، چهره خانمی را از پنجره آن دید و داشت از کنارش می‌گذشت که بانوی کالسکه سوار با صدای آرام نامش را صدا زد. آقای بافین که داشت می‌ایستاد گفت: معذرت می‌خواهم خانم. خانم گفت: من خانم لاملم. آقای بافین به طرف پنجره کالسکه رفت و با خانم لامل احوال پرسی کرد. حالم زیاد خوب نیست آقای بافین عزیز. من در این نگران شدنهایم بسیار و شاید بسیار احمقانه زیاده روی کردم. مدتی است منتظر ملاقات شما بودم. می توانم با شما صحبت کنم؟ آقای بافین پیشنهاد کرد که خانم لامل به خانه‌اش بیایند که حدود چند صد متری دورتر از این محل است.